کارآفرین بودن بهتره یا سرمایه گذار بودن؟ من یه داستان تعریف میکنم واسهتون. یه روزی جف بزوز که سازنده آمازون بوده به وارن بافت میگه تو چیکار کردی پولدار شدی؟ میگه که من به موقع خریدم، به موقع فروختم و خیلی صبر کردم. این داستان من بوده. چندین بار حالا هی این فرآیند رو بچرخ. جف بزوز میگه چقدر کارت راحت بوده، ما دهنمون سرویس شد، ما تکنولوژی ایجاد کردیم، تکنولوژی توسعه دادیم، کلی چه میدونم کارمند مدیریت کردیم، کارمند جذب کردیم، با این ور سر کار زدیم، با اون ور سر کار زدیم. مسیر پولدار شدن تو و میلیاردر شدن تو، میلیاردر دلاری البته، خیلی راحت تر بوده نسبت به کاری که ما کردیم. وارن بافت میگه آره درست داری میگی، ولی خب خیلی عمل نمی کنن به همین قضیه. ولی داستان چیه؟ داستان اینه که خب میلیارد صبر نداره، ولی واقعا مسیر سرمایه گذاری خیلی خیلی راحت تر از کارآفرینیه. کارآفرینی حالا تو همه جای دنیا سخته، قطعا تو ایران سخت تره، این بحثی روش نیستش. ولی یه نکته باز من جا داره بهتون بگم، اینکه همیشه اینجور نیستش که سرمایه گذار بودن واسه همه خوب باشه. اصلا یه سری شخصیت‌هایی نیستن که مناسب بحث سرمایه گذار بودن باشن. حالا چرا؟ بخاطر اینکه من یه مثال ساده میزنم، 95% کسایی که وارد بازار مالی میشن، خب یه مرحله سرمایه گذاری با کفترین مبالغ هم میشتونی شما سرمایه گذاری کنی. شما الان مثلا 600 هزار تومان میتونی بری صندوق طلا بخری، یه واحد بخری ازش، در صورتی که بری همونو مثلا سکه پارسیان بخری، زب در 100% داری حباب روش میخری. خب یعنی سرمایه گذاری مناسبی نیست. کفترین چیزی که میشه واقعا سرمایه گذاری کرد خورد خورد و هی افزایشش داد، همین بازار مالیه، چه بورس باشه، چه کریپتو باشه، چه فارکس باشه، این حرف. و داستانی که وجود داره اینه که خب خیلی از این نظر خوبه، ولی 95% کسایی که وارد بازار مالی میشن اصلا حذف میشن، ضرر میکنن، یه ضرر حسابی میکنن و ازش هم خارج میشن. راهکار اینه که به جای این داستان سیستم رو که عوض کنن. راهکارهای و سولوشن‌های خیلی خوبی وجود داره. شما تو بازار مالی باشی، ولی خودت ستون میگم نه ترید کنید، نه هولد کنید، نه سرمایه گذاری کنید. یه عالمه سبدگردانی الان وجود داره، یه عالمه واسهتون بگم افرادی که هستن که این کار رو انجام میدن. یه سرچ بکنید تو اینترنت 100 نفر رو پیدا میکنید راحت. حالا ما هم یه دونه از اون تیم، ولی میخوام بهتون بگم که یه مسیر اینجوری رو اگه پیش بگیرید، بدونید که خودتون نه نیاز دارید اون سواده رو داشته باشید نه هیچی. ولی یه نکته اینجا البته بگم و مطرح میشه، اینکه خب شما شاید بگید که من دارم سرمایه‌ام رو در اختیار کس دیگه قرار میدم، خیلی خطرناکه. باز دوباره راهکار داره. مثلا بازار بورس نه کریپتو ها، یه همچین حالتی داره که شما میتونی بیای پول رو توی اکانت خودت بریزی. وقتی پول تو اکانت خودت میاد، هیچ بنی بشری امکان خروج پول رو نداره جز اینکه پول به حساب شما بیاد. این یکی از راهکاراش. حالا تو کریپتو هم یه سری راهکار دیگه وجود داره که اگر شما اطلاعات کافی ندارید، به راحتی میتونه سرتون کلا بره روی این حساب. اصلا توصیه نمی‌کنم بهتون، ولی سولوشن‌های خوب اینجوری وجود داره. گفتم باهاتون در میون بذارم. موفق باشید.